در بخش اول برنامه نگاهی به عزاداری های دهه محرم و اینکه چطور و چگونه مداحان در حکومت ایران اوج گرفتند. در بخش دوم تکاپو در گروه های سیاسی مخالف حکومت ایران خارج از کشور. آیا واقعا فضا در داخل و خارج ایران برای براندازی مهیا شده؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. اگر اهل عزاداری برای امام سوم شیعیان باشید، حتما شنیده اید که قیام امام حسین قیام سیاسی بود. او علیه حاکم وقت قیام کرد. برای چند سده ایرانیان شیعه برای او و خاندانش بر سر و سینه کوفتند. آنها معتقدند امامشان مظلومانه و با لشکریان اندک در مقابل حاکم قدرتمند و لشکر بیشمارش جنگید و کشته شد. در قدیم هر کس صدای خوشی داشت و در دهه محرم نظری میشد مداح. این روزها البته وضع فرق کرده. کلاس‌های مداحی برگزار می‌شود و مداح‌ها قدرت و منزلت متفاوت یافتند. برگزیده‌هایشان مقابل آیت الله خامنه‌ای مداحی می‌کنند و جایگاه و قدرت و تاثیرگذاری سیاسی هم دارند. قدرت این مداحان از کجا می‌آید؟ چقدر شهیدان می‌آلن از تو سوریه. پای ولایت با سر و جان ایستاده مردم شهیدان جز ولی چیزی ندیدن غیر از حسین ابن علی چیزی ندیدن امروز اگر بودن با ما گرچه هستن آیا کنار فتنه‌گرها می نشستن؟ بله، اینها نمونه هایی از این گونه مدعی ها بود. در برنامه امروز در مورد این مدعیان و قدرت اونها بیشتر صحبت میکنیم با محسن کدیور، استاد دانشگاه دکتر کالینای شمالی و حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و اسلام شناس از هامبورگ آلمان. خوش آمد میگم به شما آقایون. آقای کدیور، از شما میپرسم آیا این شما رو نگران میکنه که طبقه ای از مدعیان در حال حاضر در جمهوری اسلامی به نظر میاد که قدرت ویژه ای یافتند؟ بله، این نگران کننده است. مدعی در جامعه شیعی و ایران سابقه داره، حداقل از زمان صفویه به شکل سازمان یافته تری ما مشاهده میکنیم بودن. اسماشون هم اسمای متفاوتی بوده: شبیه خانی، پرده خانی، روزه خانی، ذاکر امام حسین. اخیرا هم عنوان مداحی بیشتر رایج شده. قبل از انقلاب خب این امر تا حدودی مردمی بود، یعنی افراد، این پیشه کسی نبود، شغل کسی نبود. بعد از انقلاب زمان جنگ این گسترش بیشتری پیدا کرد. بعد از جنگ که الان موضوع بحث ما هست، به یک پدیده کاملا حکومتی تبدیل شد. سه تا شاخه حکومتی الان داره برای امر مداحی و روزخانی و موارد مشابهش برنامه ریزی و نظارت و کنترل میکنه. یک واحد آموزشی هست در حوزه علمیه قم به نام واحد تخصصی تبلیغ، یک دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم هست، یکی هم سازمان تبلیغات اسلامی هست که ظاهرا این سومی عهده‌دار مسائل اصلی مداحان هست. سایتی به نام توبا تأسیس کردن و برای مداح شدن شناسنامه لازمه. شناسنامه شون از این ارگان دولتی میگیرن که اخیراً هم رئیس جدیدش توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. ولی آقای کدیور، چه چیزی در همه این پروسه شما رو نگران میکنه به عنوان یک اسلام شناس؟
ورود دولت در عرصه دین به ضرر دین تمام میشه، همونطور که ورودش در اقتصاد هم از دید کارشناسان اقتصادی مشکل زا هست، در امر دین این مشکل بسیار بیشتر میشه و نتیجهش هم گریز جوانها از امر دین هست. وقتی که با یک سیاست حکومت موافق نباشن و این به دین گره خورده باشه، عملا نوعی بیزاری از امر دین هم حاصل میشه. صحیح. آقای شاید مداری، نظر شما چی هست؟ ببینید، مراسم عاشورا و اسطوره آن که امام حسین هست یک نمادی بود خارج از حرم قدرت و بر علیه او. از این کنتکس تاریخی درست خارج شده و برعکس شده. امروز این مراسم در خدمت حاکمانی است که اگر بنا باشه کسی از ظلم مثالی داشته باشه خود اینان، و اگر بنا باشد مردم گریه کنند، باید بیش از حال امام حسین به حال این مردم مظلومی بگریند که امروز نه آب دارند، نه نان دارند، نه هوا دارند، نه آزادی دارند، نه اقتصاد دارند و تحت سلطه کسانی مثل آقای خامنه‌ای و سپاه دارند در حقیقت دست و پا میزنند و مرگ را به جای زندگی تجربه میکنند. ولی آقای شاید مداری، به هر حال جمهوری اسلامی جمهوری هست، پایه نهاده شده بر نهاد مذهب، نهاد اسلام، و فکر میکنید که آیا این طبیعی نیست که در مرحله بعدی بعد از حضور روحانیون در صدر این جامعه، در صدر این حکومت اسلامی، خب در رده های پایین تر هم افرادی نظیر مثلا مداحان قرار بگیرن؟ چه چیزی در این پروسه برای شما غیر طبیعی جلوه میکنه؟ بله، غیر طبیعی اینه که این نهاد که بر علیه ظلم تعریف شده بود در فرهنگ ایرانی از ذوب شدن عیاران و کسبه‌ای که در دوره صفویه در حقیقت یک نوعی تشخص اجتماعی پیدا کرده بودند، در خانش دینی اون در تکایا و بقیه چیزها به وسیله دولت صفویه جان گرفتن، ولی هرگز تابع حکومت ها نشدن و استقلال خودشون رو حفظ کردن و نوعی تجمعاتی بودن که مردم تنها شانسی که در مقابل حکومت های استبدادی داشتن در اون دوره ها جمع شدن در این تکایا و عزاداری ها و ابراز مخالفت ها بعضی موقع بود. امروز وسیله سرکوب شدن مداحان، نه تنها وسیله سرکوب حکومت شدن، مدیران فساد، واسطه های اقتصادی بسیار مهمی در این مافیای قدرتن، بلکه ورزش مملکت رو هم سپاه به کمک اینها میچرخاند و اینها رو در بین تماشاگران می نشاند تا شعارهایی رو که میخواد بدن و با استفاده از نفرت قومی و اختلاف حکومت کنه. خب اینها چیزهاییست که در حقیقت دخالت حکومت در این امر نه تنها دین رو از بین برده، مملکت رو ویران کرده. من بیشتر برای مملکت نگرانم. امروز مانند مسجد ضرار در دوره رسول اسلام، این مراسم مراسم ضراره، مراسم گمراهی و همراهی با ظلم و ناسزا، یعنی حکومتی در حقیقت مبتنی بر اون هست. بنابراین من فکر میکنم که جای نگرانی زیاد داره، به خصوص که این طبقه اغلب از لاتها و افرادی هستند که حضورشون در قدرت میتواند بسیار بسیار مخرب باشه و فرهنگی رو با خودش بیاره که در حقیقت باعث تنزل فرهنگ اجتماعی هم بشه. آقای کدیور، در مورد اعتقادات مردم صحبت می‌کنیم. به نظر شما این که دولت کمک‌ها، یعنی حکومت اسلامی کمک‌های ویژه به این نوع مدعی‌ها می‌کنه، اینها رو به نوعی داره کمک می‌کنه در مقابل نوع دیگری از عزاداری که عزاداری در واقع سنتی هست برای مردم، چه تأثیری می‌تونه داشته باشه؟ عزاداری مثل هر مناسک دیگر دینی می‌تونه به صورت مدنی برگزار بشه، می‌تونه به صورت حکومتی برگزار بشه. هر دو گونهش هم مشتری خاص خودش رو داره. یعنی افراد طرفدار حکومت ترجیح میدن به مراسمی برند که با
آمال و آرزوهای خودشون سازگاره. بخشی از مردم که به نظر میرسه بخش بزرگتری از مردم باشن ترجیح میدن مراسم دینیشون با مسائل روزمره سیاسی و دفاع از جریانهای خاص سیاسی که مورد نظر حکومت هست آلوده نشده باشه. همه مداها حکومتی نیستن. همین الان چیزهایی که در فضای مجازی هم بسیار طرفدار داره، فرض کنید مداهی هیئت بعثت یزده، هم امروزی است هم کاملا سنتی و دینی و آلوده نشده به مسائل سیاسی است. خب ما این الگو رو داریم. میفرمایید آلوده نشده به مسائل سیاسی، ولی بعضی میگن اون هم سیاسی هست، از اون طرف در واقع به نوعی طرف مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هست. ببینید عاشورا، خود شما هم در ابتدای برنامه‌تون اشاره کردید، ماهیتش سیاسی داره. سیاستش هم ضد ظلم بودنه. حالا این که ظلم رو ما در یک اشل بزرگ تعریف بکنیم یا تنزلش بدیم برای حذف رقیب سیاسی، مشکل اینجاست. اما این که سیاسی هست ازش گریزی نیست. این که تطبیقش داده بشه برکی، این بر ذهنیت مردم. اما مشکل این مدعی های حکومتی در اینه که اینا نه تنها ظلم رو به ذهنیت مردم واگذار نمی کنن، مشخصا رقیب سیاسی خودشون که نوعا رئیس جمهورهای وقت هست یا جریان های سیاسی موازی هست که الان محصورشون کردن، اینا رو در یک منبر دینی، در یک تریبون دینی به غیر قانونی و غیر اخلاقی، غیر شرعی مورد هجوم قرار میدن. اما این که بحث مدعی های امام حسین همیشه چه قبل از انقلاب مقابل ظلم بوده، بعد از انقلاب هم همینطوری، حالا ظلم که هست تطبیق میشه که فرض کنید یزید زمانه چی هست، مردم خودشون تطبیق میکنن، نیازی به گفته کسی نخواهد. مسئله دیگه که پیش میاد مسئله روحانیت هست، نقش سخنرانان در دهه عاشورا در مقابل مداحان، یا حالا نمیگیم در مقابل مداحان، معمولا اینها در کنار هم حضور میداشتن. اما کسی به من یادآوری کرد که این اواخر خیلی وقتها اسم مداحان بزرگتر با در واقع تبلیغ بیشتر میاد، اسم اون سخنران که احتمالاً یک روحانی هست خیلی کوچکتر در کنار او قرار میگیره. شاید نداری فکر میکنید این آیا برای روحانیتشیه، برای اونهایی که در مثلا قم یا مشهد در فیضیه ها نشستن نگران کننده نیست که یک همچین طبقه بیان و روی سخنرانی هایی که به هر حال بعضی از اونها قرار هست که آموزشی باشن، یک چیزهایی رو به مردم به لحاظ اعتقادی آموزش بدن قرار بگیرن؟ بله ببینید، نه تنها باعث نگرانیشون هست، نگرانی مهمتر برای اونها اینه که شیعه یک ساختار حوزوی مدرسی داشت و زمام امور به دست فقها و مراجع بود. به تدریج وقتی جمهوری اسلامی این حیطه رو تصرف کرد و امر تقنین مذهبی را به عهده گرفت و مراجع فقط مشاورین حقوقی شدن یا مراجع دولتی این سمت رو پذیرفتن، جنبه آیینی مذهب قوی تر شد. شما میدونید کلیسا در اروپا کلیسای مدرسی و اسکولاستیکه و در آمریکا و آمریکای لاتین و آفریقا یک کلیسای آیینی است. در ایران هم درست همین اتفاق افتاده. یعنی امروز مداحان به مراتب با دودنگ صدای خوشی که دارن و با امکان اینکه به جوانان میدن که خودنمایی کنن، برای اینکه در جمهوری اسلامی جای هیچ خودنمایی جز در تکیه ها و دستجات عزاداری و این دو چیزا نیست، خب دکان بزرگی بر خودشون درست کردن و به کمک دولت هم مستظهرن و دولت هم اینا رو ترجیح میده به مراجعی که رقیب قدرتن، اینا تابع قدرت هستن و بنابراین واقعا دردسر جدی برای حوزه ها شدن. اما خب در حقیقت حوزه ها هم چون هیچ محتوای عرضه نکردن، چون حساب خودشون رو نتونستن مستقل کنن، تو خودشون هم به نوعی در اکثریت خودشون تابع و نانخود ولی فقیه هم، در نتیجه مجبورن این وضع رو تحمل کنن و زیاد هم دم در نیارن. آقای کدیور، شما فکر میکنید که خب این کمکی که دریافت میکنن روحانیون چه تأثیری در جایگاه اونها میگذاره؟ آیا سابق بر این هم این کمک ها به این شکل بوده یا اینکه یک شیوه های دیگری داشتن برای جمع‌آوری کمک؟
روحانیت شیعه، حوزه های علمیه شیعی متکی به وجوهات شرعیه بودند که از طرف مردم داوطلبانه پرداخت می شده، قمص و زکات و دیگر وجوهات شرعیه، نذورات. اما بعد از انقلاب بخش مهمی از بودجه حوزه های علمیه بودجه ردیف دولتی پیدا کردن و از طرف حکومت به اونها پرداخت میشه. اما این باعث شده جایگاه حوزه تنزل پیدا بکنه، اگرچه موقعیت‌های اجتماعی سیاسی ویژه‌ای به کمک این بودجه دولتی و پشتگرمی و امکانات حکومتی پیدا بکنه. به میزانی که این بودجه بالاتر رفته، جایگاه حوزه پایین‌تر آمده. بسیاری از مراجع سنتی با این امر موافق نیستند و همه حوزه هم حکومتی نشده. درصد اندکیش که نوعاً بین جوانترها هست این ویژگی رو پیدا کرده و تنزل مقام در چشم و منزلت مردم هم پیدا کردند. در مورد این بودجه این مراسم هم من خبر خاصی ندارم، قاعدتاً باید از طریق همین سازمان هایی باشه که ابتدای عرایضم بهش اشاره کردم. از این طریق که آمده مثلا تزریق میکنن برای راهپیمایی اربعین یا این گونه مراسم، منتها بخش خاصی از حوزه ها هستن که انگ حکومتی خوردند و به اصطلاح به عنوان روحانی حکومتی مشهور هستن. ما شاهد هستیم مراجع مستقلی مثلا آقای شوبری زنجان با صراحت با این خرافاتی که توسط مداحان داره ارائه میشه انتقاد کردن و این انتقاد داره گسترش پیدا میکنه که مراجع که روحانیونی که وارد این منابع عاشورا و محرم میشدن بالاخره یه بهره معرفتی داشتن، مداها از اون بهره معرفتی کاملا میتونیم بگیم فاقد معرفت هستن، نوعا به تهییج احساسات و عواطف مردم مشغول هستن. حکومت هم در مسائلی که داره مثل سوریه و غیر اون نیاز به این تهییج عواطف و احساسات داره و داره از این سوء استفاده میکنه و پیش میره. مردم هم به میزانی که از حکومت فاصله پیدا میکنن و زاویه پیدا میکنن با این مراسم مذهبی حکومتی دورتر میشن از این مراسم. و به عنوان سوال آخر آقای شهید نداری، آیا فکر میکنید که فضای سیاسی در ایران اجازه میده که این مداحان باز هم بیشتری بکنن، یا فکر میکنید اونها هم مثل هر طبقه دیگری در این فضای سیاسی تاریخ مصرف دارند؟ بله، ببینید این اسطوره ها که امام حسین هم به نوعی جزء آن است، در فضای بسته دیکتاتوری زندن و حکومت میکنن. در فضای بسته وقتی دموکراسی هست این اسطوره ها تعبیر تاریخی پیدا میکنن، احترام تاریخی پیدا میکنن، جزئی از فرهنگ میشن و دیگه این قلوب در مراسم و آمدن یک مراسم مذهبی در متن زندگانی مردم جای خودش رو تعدیل میکنه. اگر در ایران یک دموکراسی سکولار برقرار بشه، عاشورا و مدایی و همه این مراسم هم جای تعدیل شده خودشون رو پیدا خواهند کرد و مداحان هرچند از بین نخواهند رفت ولی نقش کنونی رو به هیچ وجه نخواهند داشت. ممنونم از هر دوی شما آقایون، حسن شیادمداری و محسن کدیور. اما در بخش دوم برنامه امشب نگاهی میکنیم به گروه های مخالف جمهوری اسلامی فعال در خارج از ایران. مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی عمری به درازای خود این حکومت دارد. گروه ها و احزاب متعددی در این 14 تشکیل شده با یک هدف مشترک، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن. اما نقاط اختلاف نظرشان با هم کم نیست. به تازگی تکاپو و تحرکی مضاعف در آنها دیده می شود. چندی پیش جریان سوم اعلان موجودیت کرد، به فاصله کمی کنگره مشروطه خواهان برپا شد و بعد از آن فرش کرد. اینها تنها نمونه هایی از گروه های متعدد مخالفانند. آیا جمهوری اسلامی باید نگران این تکاپوی تازه باشد؟ چرا گروه های مخالف تا کنون نتوانستند به اهدافشان برسند؟ آیا قطع رابطه با جامعه مبدأ دلیل بوده؟ آیا رسانه های مجازی و دیگر وسایل ارتباط جمعی میتواند پل ارتباطی این مخالفان با مردم ایران باشد و امکان بیشتری برای اثرگذاری به آنها بدهد؟ آیا این گروه ها نگاه به درون کشور دارند یا بیرون آن؟ مثلا کمک از دولت های خارجی میگیرند؟ برای این بخش مهمان‌هایی به ما پیوستند. از جریان‌های مختلف رضا تقی‌زاده، فعال سیاسی و رایزن حزب مشروطه ایران از گلاسکو با ماست، دامون گلریز از اعضای فرشگرد از لاهه هلند و
مهدی جلالی تهرانی عضو جریان سوم از نیویورک با ماست. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. اجازه بدید از آقای تقی‌زاده شروع بکنم. آقای تقی‌زاده، شما سال هاست که فعال سیاسی هستید، خارج از ایران دارید فعالیت میکنید، با بسیاری از این گروه ها هم همراهی کردید. آیا به نظر شما یه تکاپوی ویژه‌ای الان دیده میشه در این فضا؟ بدون تردید این رو نه تنها اعضای مخالف جمهوری اسلامی بلکه عوامل جمهوری اسلامی و مردم کوچه و خیابان هم احساس میکنن. این توجه رو قدرت‌های خارجی هم به تحولات داخل ایران و تحرک اپوزیسیون دارن. همین که مثلا رئیس جمهور آمریکا اعلام میکنه من میخوام نقش صدای مردم رو بازی بکنم، این نشون میده که تقابل با حاکمیت جمهوری اسلامی شکل جدیتری گرفته. شاید روند فروپاشی و پوسیدگی این حکومت که 40 سال از عمر اون میگذره حالا سرعت بیشتری گرفته و بین الملل ما شاهد تحرکات بیشتری هستیم. آقای گلریز، آیا نظر شما هم همینه؟ آیا فرشگرد به همین دلیل تشکیل شده؟ فرشگرد به خاطر این تشکیل شد که در خیابان‌های ایران در دیماه مردم به خیابان ریختند و ایرانیان بیش از 100 ساله که خانم قاضی‌زاده به دنبال آزادی هستند و فرشگرد این تلاش 100 ساله را پشت خودش داره و نیاز امروز و آینده ایران هست برای سازندگی. آقای جلالی تهرانی، نظر شما چیه؟ گروه جریان سوم برای چی تشکیل شده؟ برای در واقع گذاشتن ارزش‌ها و راهکارهایی که ما در حال حاضر میتونیم برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی ارائه بدیم و همچنین اعتماد سازی برای مردم، چون مسئله اعتماد یک مسئله جدی هستش الان در جامعه ایرانی نسبت به اینکه چه گونه آینده‌ای خواهند داشت. خب به هر حال گفتمان تغییر، گفتمان براندازی در این یک سال و خورده اخیر خیلی جدی شده و اون چیزی که باعث میشه مردم چنان اعتماد نداشته باشن و نیروهای مختلف متحد نشن این هستش که تصویر مشخصی از آینده وجود نداره. ما در ابهام زدایی از تصویر آینده و همچنین ارزش‌هایی که برای جامعه ایرانی در آینده قائل هستیم در واقع وارد میدان شدیم. شما در مورد تصویر آینده صحبت میکنید. منتقدان گروه‌های مخالف خارج از کشور میگن که این گروه‌هایش تصویر درستی از داخل کشور ندارند. منقطع هست رابطه‌شون با داخل کشور و نمی‌شناسند. پاسخ شما چیه؟ تا حدود بسیار زیادی این صحبت درست هستش و ما دقیقاً تلاش میکنیم که این در واقع گپ رو، این گسل رو جبران کنیم و بهش پاسخ بدیم. البته یک مسئله‌ای که بعد اینجا حائز اهمیت است بهش توجه کنیم این که آن چیزی که در داخل کشور شکل گرفته با ارزش‌هایی که ما براش قائل هستیم، یعنی اون چیزی که ما داریم به خاطرش مبارزه می‌کنیم با جمهوری اسلامی، ما چون صحبت از سرنگونی جمهوری اسلامی می‌کنیم ولی باید بدونیم که به چه دلیل داریم برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنیم، چه ضررهای جمهوری اسلامی برای منافع مردم ایران داره و چه آسیب‌هایی رو به مردم رسونده که ما اونها رو آلترناتیوش رو طرح بکنیم. ببینید همین مردمی که شما میگید این گسل رو و این فاصله رو بین خودشون و نیروهای اپوزیسیون سنتی حس می‌کنن، از طرف دیگه مایل هستن بدونن که برای آینده چه تصویر وجود داره، دقیقاً ما به چه دلیل داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم. اینکه صرفاً بگیم برای سرنگونی تلاش میکنیم فریبی است که خب ما 40 سال پیش توسط شخص خمینی خوردیم. گفت اول بیایم برای سرنگونی، بعداً مدل آینده نظام رو مردم در یک رفراندوم. خب جریان سوم آیا این رو داره؟ آیا شما مدل آینده نظام رو در نظرتون دارید؟ ای کوتاه بگید. بله طرح هم کردیم مدل آینده نظام در سه بخش تقریبا میتونم بگم که به طور مشخص طرح کردیم. یکی حاکمیت نامتمرکز هست، یکی حقوق اساسی انسان، یعنی به طور مشخص مثلا آزادی مطلق بیان. فرض کنید برای مردم این سوال هست که اگر حادثه مثل شارلی ابدو در آینده در ایران به وجود بیاد دولت چه نظری داره، چه واکنشی نسبت بهش نشون میده. ما وقتی صحبت از آزادی مطلق بیان میکنیم خب اینجا تکلیف خودمون رو روشن میکنیم. برای اعتماد سازی در میان مردم لازم هستش که اینها تک تک تصریح بشه و نظام آینده ایران رو هم نیروهای سیاسی طرحش بکنن. سکوت در این زمینه و واگذار کردن این موضوع به آینده یک فریب هست.
آقای گلریز، بحثی که بسیار مهم هست در مسئله براندازی، بارها و بارها این عنوان شده، مسئله آلترناتیو هست که الان در صحبت‌های آقای جلالی تهرانی هم به نوعی بهش اشاره شد. بسیاری از کسانی که با این حکومت همدل نیستند اما علیه اون مبارزه چشمگیری نمی کنند، مسئله شون این هستش که آلترناتیو این حکومت چه خواهد بود. آیا فرشگرد پاسخی برای این داره؟ ببینید خانم قاضی‌زاده، شما سه مهمان دعوت میکنید در رسانه‌ای که به طور مداوم از وزیر دکل‌دزد رژیم جمهوری اسلامی تا مدیر اختلاطگر و پولشو تا چریک دانشگاهی و فدایی اصلاح طلب شرکت میکنند. بعد برای یه بحثی مثل امشب شما از طرفداران جمهوری اسلامی که هر روز در تلویزیونتون هستن دعوت نمی‌کنید. من آقای جلالی و آقای طهری‌زاده بحث ما در مورد گروه‌های مخالف حکومت است. اجازه بدید رومون به طرف ایران، پشتمون به طرف دشمن، و این رو به میهن و پشت به دشمن هستش که ما رو با همدیگه اشتراک نظر میده. ما فقط به دنبال براندازی نیستیم، به دنبال سازندگی ایران نوینی هستیم با نسلی که 80% زیر 40 سال. صحیح. اگر موضوع آلترناتیو که موضوع خیلی مهمیه بخواد مطرح بشه، ما فقط یک شبکه هستیم در کنار بقیه شبکه ها که فردا این فرشگرد ها در ایران به وجود خواهند آمد با تزی رو که ما سعی کردیم بدیم، اگر موفق بشه، اگر اراده ملی در ایران به وجود بیاد، اگر شما شبکه ژورنالیست ها رو به وجود بیارید، اگر اون کاسبکار شبکه کاسبکاران رو به وجود بیاره و اتحادی که از درون این میتونه بیرون بیاد، اون اراده ملیه که بعد از تو دل اون آلترناتیو میاد. ما آلترناتیو نیستیم. بذارید آقای گل سوالم مشخص تر بگم. شما در بندی از بیانیه اعلان موجودیت فرشگرد اشاره میکنید به شخصیت شاهزاده رضا پهلوی و پیشنهاد میکنید که ایشون شخصیت محوری باشند برای همبستگی ملی. چرا او رو پیشنهاد کردید؟ شاهزاده رضا پهلوی بنا به حرف و آمار مخالفینشون محبوب ترین شخصیت سیاسی در حال حاضر هستند. ایشون یک شخصیت فراسیاسی هست، یک شخصیتی که میتونه با قلوب مردم ایران ارتباط برقرار کنه. اگر اشارتون به کدوم نظرسنجی هست وقتی میفهمید ایشون محبوب ترین هست؟ نظرسنجی آقای عمار ملکی، نظرسنجی پری روز بعضی از این سایت. آقای عمار ملکی مخالف سیاسی ایشون هستن، نه مخالف شخص ایشون. نظرسنجی گذاشتن مشخصه. بقیه نظرسنجی خانم قاضی‌زاده، ببینید شاهزاده رضا پهلوی اون نخ تصفیه هست که وقتی این شبکه ها، فرشگرد ها، آقای جلالی، آقای تقی‌زاده، بقیه دوستان، خود شما با دوستانتون که ممکنه سلیقه متفاوتی داشته باشید ولی میتونید این شبکه رو به وجود بیارید، این نخ تصفیه یک شخصیت فراسیاسی شاهزاده. من از اتون خواهش میکنم آقای گلریز، در این بحث فعلا ما و خبرنگاران رو بیرون نگه دارید. ما میخوایم از شما سوال بکنیم. اتفاقا شما و خبرنگاران که 8 سال زمان اوباما تمام انرژی رو گذاشتید، نه شخص شما، من منظورم شخص شما نیست خانم قاضی‌زاده، منظورم اون کارتل خبرنگارانی هست که در این مدت کمکاری کردن و شما هستید که بایستی اتفاقا سعی بکنید با مردم داخل ایران ارتباط برقرار بکنید، مثل برنامه‌ای که امروز خصوصی با من ازش استقبال میکنم. بسیار خوب آقای گلریز، ممنونم ازتون. آقای تقی‌زاده، بذارید من همین بحثی که آقای گلریز گفتن رو ادامه بدم. بسیاری معتقدند دلیل عدم موفقیت گروه‌هایی که ظرف 40 سال گذشته تعدادشون هم کم نیست تشکیل شدن در نقاط مختلف جهان، در آغاز با سر و صدای زیادی ولی به نتیجه‌ای تا به حال نرسیدن، این هست که با پل ارتباطی با داخل ایران نداشتند. آیا شما فکر می‌کنید که رسانه‌های مجازی و برخی دیگر از رسانه‌های حالا سنتی‌تر که امروز ارتباط گسترده‌ای با این شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی خارج از کشور دارند میتونن اون پل ارتباطی باشن، میتونن در واقع اون خلایی که آقای گوریز ازش صحبت می‌کنن رو پر بکنن؟ اجازه بدید اول صورت مسئله رو درش یک تجدید نظری بکنیم، اینکه گروه‌های سیاسی خارج از کشور، داخل کشور درست شدن و موفق نشدن. اگر معنی موفقیت این است که جمهوری اسلامی از کار نیفتاده، هنوز سر کار هست، این حرف درسته، ولی آیا واقعا ابزارهایی که در اختیار جمهوری اسلامی بوده در اختیار گروه‌های مخالف هم قرار داشته که اونها در یک مسابقه پایاپای بتونن با جمهوری اسلامی
روبرو بشن و اون رو بر بیاندازن. نه نیروهای داخلی نه نیروهای خارجی هرگز از این امکانات برخوردار نبودن و زمانی که حتی اسلامگرایان در مقابل نظام پادشاهی گذشته ایران ایستادن، این سابقه طولانی بود. و نکته دیگری که باید به نظر من در صورت مسئله مورد تجدید نظر قرار بگیره، ارتباط این گروه ها در خارج از کشور با مردم در داخل کشوره. این ارتباط وجود داره، همیشه وجود داشته. به نسبت اهمیتی که این حرکات پیدا کردن، مردم از این جریانات اطلاع پیدا کردن. ولی اگر شما منظورت این است که فرضاً من به عنوان مسئول یک گروه سیاسی که نیستم یک فراخوان بدم و مردم به این پاسخ بدن و در یکی از این میادین شهر جمع بشن و علیه جمهوری اسلامی علم دست بگیرن، نه، مردم این اطلاع رو پیدا میکنن. ولی برای ترتیب دادن روش برخورد با حکومت شیوه های خاص خودشونو دارن. یک جنگ فرسایشی رو در طول 40 سال گذشته مخالفین جمهوری اسلامی چه در داخل چه خارج علیه این حکومت در پیش گرفتن، حکومتی که تمام ابزارهای سرکوب رو در اختیار داره، از ترس و از تهدید تا تمهید این مردم از اون استفاده میکنه. راجب ابزارها صحبت میکنید آقای تقی‌زاده، بذارید راجب ابزارهای مخالفان صحبت بکنیم. آیا فکر میکنید کمک باید از خارج باشه یا نه کمکی از خارج لازم نیست؟ من پاسخ کوتاه این است که بله، ولی اینجا مسئله اصلا براندازی حکومت نیست. گروهی صحبت از عبور از این حکومت میکنن، ولی واقعیت بزرگتر لمسیتر فروپاشی این حکومت در نتیجه فساده. برای شما یک مثال میزنم، این حکومت شبیه یک پل فرسوده است که فساد به صورت ترک‌های موئین همه جای بدنه اون رو گرفته و زمانی که وقت فرو ریختن این پل هست این ترک‌ها به هم پیوند می‌خورن. حالا پاکوفتن انتظارات مردم پیوند خوردن این ترک‌ها رو زیادتر می‌کنه و خاطر جمع باشید که در نتیجه عدم تعادل پیدا شدن بین خواسته‌های مردم و مقاومت این حکومت این پل یقیناً خواهد ریخت. آقای جلال تهرانی، شما ساکت هستید مدتی، من میخوام از شما همین رو بپرسم، این ابزارها به نظر شما کدامند؟ آیا ابزار که گروه ها باید بهش دل ببندند کمک و حمایت یک دولت خارجی، دولت های خارجی میتونه باشه یا نه اونچه که آقای تقی‌زاده گفتند باید فقط نگاه کرد به درون و دنبال این بود که فساد جمهوری اسلامی خودش رو از داخل از درون بخوره و این به قول ایشون برج یا پل بریزه؟ ببینید، در داخل جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی اگر هیچ گونه فشار خارجی هم بهش نیاد، یعنی نه اپوزیسیونی در کار باشه و نه نیروی خارجی کشور خارجی، این حکومت امکان ادامه نداره و یک فروپاشی سیاسی صورت میگیره. ما نگرانیمون این هستش که این فروپاشی اجتماعی هم باشه. ما نگرانی کلیت ایران و مردمی هستش که در این سرزمین با مرزهای فعلیش دارن زندگی میکنن. مسئله گرفتن حمایت از دولت‌های خارجی اگر در گذشته تابو بوده، الان تابو نیستش. بله، نیاز هست، ولی واقعا مشکل ما در این زمینه نیست. مشکل ما در واقع ارزش‌های آلترناتیو هست. وقتی مردم سوال می‌کنن آلترناتیو شما چیست، یعنی ارزش‌های آلترناتیوی که دارید طرح می‌کنید چیست؟ برای مثال، من وقتی که مثلا فرشگرد رو خوندم، خب این برای من جالب بود، یعنی چیزی که بیش از هر چیز توجه من رو جلب کرد نگاه مذهبی این گروه هست که در واقع نام، حالا به زبان معاصر فارسی بخوایم به کار ببریم، نام حزب قیامت رو داره یا معاد، که در واقع دیدگاه مزدیسنا در زرتوش هست. به همین جهت خب آدم متوجه میشه که گرایشات مذهبی باستانگرایی در میان این دوستان زیاد هست. یا مثلا به مسئله کمونیسم اشاره کردن که البته من فکر نمی کنم واقعا یکی از گسلهای اجتماعی ایران در حال حاضر کمونیسم باشه. من اصلا نشنیده بودم، یه مقدار از این موضوع تعجب کردم. فکر می کنم گسلهای اصلی اجتماعی ایران که فقط با یک نگاهی به نوشته ها روی شبکه های اجتماعی نگاه کنیم، نگرانی از فاشیسم هست، نگرانی از تجزیه ایران هست. اینکه چه راهکاری برای مثلا اینکه ایران تجزیه نشه ما ارائه میدیم، مسئله مهمی هستش که اعتماد مردم رو جلب میکنه. برای مثال
و اینکه چگونه فاصله میگیریم و خط گذاری میکنیم بین خودمون با گرایش های فاشیستی. جمهوری اسلامی در حال حاضر یک نظام شبه فاشیستی اسلامی حساب میشه. مردم طبعا نگران هستن که ما یک نظام شبه فاشیستی سکولار رو نخواهیم جایگزین اون بکنیم با تجربه انقلاب سال 57. به همین جهت مثلا یک سوالی که همه نیروهای سیاسی باید بهش پاسخ بدن، مسئله دقیقاً تجزیه ایران هستش. چه راهکاری براش ارائه میدن؟ کسانی که جدایی طلب هستن، ما در آذربایجان، در بین ترک‌ها، کردها، عرب‌های اهواز، در جای مختلف می‌بینیم، بلوچ‌های نازنین ما البته چون این گرایشو ندارن ولی به هر حال هویت خواهی دارن و میخوان که زندگی حداقل بدون تبعیض داشته باشن. ما برای تبعیض چه پیشنهادی داریم؟ به طور مشخص در مورد جریان سوم بگم که ما برای این موضوع راه حل ارائه دادیم. وقتی که صحبت از تساوی حقوق شهروندی میکنیم، دو مورد مشخص داره، دو تا شاخص داره. یکی مذهبه. خب ما معتقد هستیم که در قانون اساسی آینده ایران مذهب رسمی نداشته باشیم. دومی زبانه. وقتی که میگیم حقوق مساوی شهروندی، یعنی در قانون اساسی آینده ایران میشه ادعا کرد، همه الان این ادعا میکنن که تساوی شهروندی باید باشه، همه شهروندان برابرن، ولی خب این فریبه. تا زمانی که صراحتا نگویید که در قانون اساسی آینده ایران زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی نمیتونه باشه، یا نباید مطلقا زبان رسمی داشته باشیم، یا همه زبانهایی که در سرزمین ایران مردمی رو داره، گروه های زبانی داره، همشون باید رسمی باشن، یعنی کردی، ترکی و عربی. ممنونم از شما آقای گلریز. هم در صحبت آقای جلال تهرانی به فرشگرد اشاره شد، هم شما در میانه صحبت آقای تقی‌زاده سرتون تکون دادید. در هر دو مورد بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید، این بحث کمک گرفتن از کشورهای خارجی و کاخ سفید و نگاه به کاخ سفید، عملا اون نگاهی که در تهران الان هست، نگاه به طرف کاخ سفیدی که چه اتفاقی میفته، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات و بحران‌ها ندارن. و این بحث کمک‌های خارجی، من از شما خواهش میکنم، این یه بحث سترونه، به نتیجه نخواهد رسید. همه چیز از دل مردم ایران و اراده مردم ایران میاد، نه چیز دیگه، نه کمک‌های خارجی. ما نگاهمون نه به ترامپ، نه به اروپا، نه به انگلستان، نه به کاخ سفید. فقط مردم ایران. برای اینکه این بحث مثلا به هر گروهی که، هر گروه، هر نهادی که ازش صحبت این میشه که این داره کمکی از دولت خارجی میگیره، شما دیدید باش چه برخوردی میشه. همین روزها دیدید دیگه، در توییتر اینا فراوونه. من میدونم این حساسیت‌ها وجود داره. همه میدونیم این حساسیت‌ها وجود داره. شما به عنوان یک گروهی که تازه اعلام موجودیت کردید، برای خرج و دخل خودتون چه فکری کردید؟ شما چجوری میخواین هزینه هاتون رو تامین بکنید؟ ببینید، مسئله مالی بحث سترونه. ما الان در حال حاضر فعلا یه وبسایت داریم که اونم با 10 یورو 10 یورو جمع کردن این 40 نفر تونستیم وبسایت و لوگو و این داستانا رو حل بکنیم. وارد اینجور بحثا نشیم. این بحثا بحثای واقعی نیست. بحث واقعی در درون ایران و بحرانهایی که در ایران هست. کسی اصلا پول نگرفته. این بحثا یعنی چی؟ ببینید، آلترناتیو از دل مردم ایران میاد. آلترناتیو از اون شش دلی که ما مطرح کردیم میاد. حقوق شهروندی، من بیشترین اشتراک نظر رو در مورد روبه میهن با آقای جلالی تهرانی دارم. فقط بحث من با آقای جلالی تهرانی وقتی از هم جدا میشه که ایشون به دنبال نوعی قومگرایی هستن، مثلا احساس میکنن که بعد ما به دنبال حقوق اقوام بریم. من میگم ما باید بریم به دنبال حقوق شهروندی. در بین ما مذهبی، مسلمان، مسیحی، یهودی، غیر دینی به قول معروف مثل خود من و افرادی هستند، جمهوری خواه، مشروط خواه، چپ، راست، فرق نمی‌کنه، سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات، ما یک شبکه هستیم، شبکه متکثر. و این تز فرشگرد اگر بتونه موفق بشه با نقش شاهزاده رضا پهلوی، اون نخ تسبیحشون باشن که بشه کلید متصل کردن نخبه های ایرانی با مردم ایران بشن، اون وقت از دل این اراده ملی بیرون میاد. بحثای سترون پول گرفتن از این و دولت خارجی و فلان به همان نکنیم با هم. اگه واقعا هدف اینه که با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، شما از اینها دعوت کنید، من میام خدمتتون، بعد باهاشون صحبت میکنیم. به جای اینه که بشینیم ما این سه نفر که در مورد تقریبا همه چیز با هم دیگه ما توافق نظر داریم، من با آقای جلالی تهرانی، با آقای تقی‌زاده، ما تفاوتی نداریم. من هفته پیش با آقای تقی‌زاده توی یه کنفرانس بودیم، داشتیم در مورد آینده ایران صحبت می‌کردیم. صحیح. اصل موضوع در درونه. اصل موضوع مردم الان مخالفت. همین در مورد درون صحبت بکنیم. شما به عنوان یک گروهی که تازه اعلان موجودیت کردید، چه راهکاری دارید برای ارتباط با داخل کشور؟ راهکار ما زدن شبکه است.
Network Leadership، رهبری بر مبنای شبکه. یعنی چی؟ همونجور که خدمتتون عرض کردم، در ایران احزاب و سازمان‌ها نیستن که تعیین تکلیف می‌کنن. تمام این دی ماه 96 بر مبنای دختران خیابان انقلاب، شبکه کامیونداران، شبکه بازاریان و و و و و اینها یک نوع شبکه است. نگاه قرن 21 نگاه شبکه‌ایه که افراد توش میان شرکت میکنن، یک پروژه مشخص دارن، با هم همکاری میکنن و اون بالا یک شخصیت فراسیاسی مثل شاهزاده رضا پهلوی میتونه کلید راه و نخ تسبیح اتحاد شبکه‌ها باشه. وقتی این شبکه‌ها با هم متحد بشن، وقتی من بتونم با آقای جلالی تهرانی و شبکه‌هایی که ایشون با آمد نیوز داره بتونم نزدیک بشم، آمد نیوز اخبار من اخبار آمد نیوز رو بتونم پخش بکنم در فرشگرد، اون وقت از تو دل این آلترناتیو میاد بیرون. آلترناتیو یک چیز مکانیکی نیست که در بیرون توسط آقای ترامپ درست بشه. خواهش میکنم اینو فراموش بکنی. مردم ایران، 80 میلیون مردم ایران اراده بکنن، این رژیم دو روز نمیتونه سر کار بمونه. آقای تغذیه، شما هم اشاره کردید به تغییرات از درون. الان آقای گلوریز هم اشاره میکنه که 80 میلیون جمعیت ایران که حالا میدونیم که یه دست کم یه تعداد شهود 28% بر اساس همون نظرسنجی که آقای ملکی کردن، کسانی هستن که به آقای رئیسی رای دادن در انتخابات گذشته، بنابراین اونها رو نمیشه حساب کرد که جزء براندازان هستن. اگر بگیریم که نیمی از کسانی هم که آقای روحانی دادن رای دادن هم باز ممکن هست که جزء براندازان نباشن، پروژه بقیه بخوایم صحبت بکنیم، اگر اینها بخوان به قول معروف به جوش و خروش بیان و این اقدام را انجام بدن، چرا تا حالا نتونستن؟ شما میگید که در داخل، اگر که اینها از داخل نشأت بگیره، حضور گروه‌های مثل گروه‌های شما چه معنایی داره؟ نگاه من به مسئله حکومت اقتدارگرا نگاه عملگرایی است. اولا با جنبندی شما خیلی موافق نیستم، به این علت که در یک حکومت که آزادی انتخابات وجود نداره، آزادی رأی وجود نداره، حکومت به قولی که گفته شد یا شپ فاشیستی یا طبیعتاً فاشیستی هست، رهبری هست که اعضای شورای نگهبانش رو 6 تاشو خودش انتخاب میکنه، 6 تای دیگر رو رئیس قوه قضاییه‌ای که باز منصوب خود او هست، مجلسی نمیتونه داشته باشه که نماینده مردم باشن. در چنین مجلسی مردم رأی ندارن. حالا اگر در چنین حکومتی ادعی میان به دو گزینه بد و بدتر رأی میدن، این رو نباید رأی طبیعی مردم تلقی کرد. در بعد از عبور از این حکومت و فروپاشی اونه که میشه تشخیص داد آیا واقعا این حکومت مذهبی 5% در ایران حامی و پشتیبان داره یا خیر، نه بر مبنای انتخاباتی که اونها صورت دادن. نکته دوم این است که بزرگترین دشمن این حکومت خود حکومته، حکومتی که حالا فساد به عنوان یک قده سرطانی تمام بدن اون رو گرفته، نه تنها در داخل کشور. شما وقتی میبینید این حکومت در عراق هم صاحب نفوذ سیاسی هست، میبینیم یک نظام دولتی اداری کشور همسایه رو هم فاسد کردن. این حکومتی که از درون پوسیده، این حکومتی که فرو خواهد ریخت و نقش گروه‌های سیاسی فعال چه در داخل کشور چه خارج کشور این است که مدیریت بعد از فروریزی رو و دوران انتقال رو به دست بگیرن. شما فکر می‌کنید دارن این مدیریت رو، دارن این برنامه‌ریزی رو بسیاری از این گروه‌هایی که خارج از کشور هستن؟ انتقادی که به بعضی از این گروه‌ها وارد میشه اینه که در حد یک بیانیه شروع به کار هستن، گاه و بیگاه بیانیه میدن، حضورشون به کنفرانس‌های گاه و بیگاه محدود هست، حضور عملی واقعی ندارن. شاید کار میدانی بیشتر قابل توجیه باشه و باید صورت بگیره و میبینیم که صورت میگیره. مثلا در همین زمانی که آقای روحانی هفته ی آینده در شورای در مجمع عمومی حاضر خواهد شد، گروهی در نیویورک اجتماع میکنن تا او رو نماینده مردم ایران ندونن و به دنیا نشون بدن که او نماینده یک دولت قاصبه. این فعالیت‌های میدانی خوبه، افزایش هم پیدا میکنه، ولی ضرورتاً نبایستی من الان برای مثلا بهبود وضعیت محیط تزیست در ایران برنامه خاص داشته باشم. بهترین کارشناسا در داخل کشور وجود دارن، ولی امکان اجرای فکرهای اونها نیست. صحیح. هدف ما عبور از جمهوری اسلامی. من از آقای جلالی تهرانی پرسیدم، چون من قبلا با ایشون صحبت کردم و میدونم ایشون نظرشون مخالف این هست. آقای جلالی تهرانی، شما به من گفتید یکی از مشکلات این هستش که بسیاری از گروه‌ها فکر می‌کنن لازم نیست الان برنامه داشته باشیم، میشه بعدتر این برنامه‌ها رو تعیین کرد، ولی شما در جریان سوم مثلا گفتید که ما قصدمون این نیست. راجع به این توضیح بدید. بله، ببینید ما اصلا دو جور برنامه داریم. اختلاف شاید فکری من با جناب تغییر داده هم از همین جاست.
یکی برنامه برای آینده نظامی که همون بحث محیط زیست، اقتصاد یا چیزهای دیگر هستش که اتفاقا ما در جریان سوم این برنامه را هم طرح کردیم و طرح میکنیم و ادامه میدیم. ولی پیش از اون حتی برای براندازی، یعنی کسانی که خودشون رو برانداز میدونن و خواهان تغییر نظام هستن، باید برنامه براندازی بدن. این برنامه براندازی خیلی مشخص باید روشن بشه که مرحله به مرحله از مردم چی میخوان، آیا قدرت فراخوان دادن دارن، میتونن مردم رو، یعنی پایه اجتماعی خودشون رو به بیرون بکشن. کسی که در خیابان میاد و خطر و ریسکی رو تحمل میکنه بابت چه چیزی این کار رو انجام میده. اتفاقا وقتی گروه های بیان بیرون، یعنی یکی از چیزهایی که میشه به فال نیک گرفتش، حضور فرشگرد و حضور جریان سوم و حضور گروه های دیگر رو که دارن وارد میدان میشن و شناسنامه دار میشن و به شرطی که هویت و ارزش های خودشون رو تعیین بکنن، این هستش که محکی در میدان میاد که اینها چقدر میتونن نیروی مردمی جذب بکنن در داخل ایران. مثلا خود شما چقدر موفق شدین فکر میکنین ظرف مدتی که دارید فعالیت میکنین؟ به این حد که ما تونستیم یه گروهایی رو بریم سراغشون. مثلا گفتم که من باید حتما تک تک گروه های اپوزیسیون به مسئله تجزیه طلبی پاسخ بدن. ببینید دو راه بدون هیچ تعارفی در مقابل مسئله تجزیه طلبی و تمامیت ارضی ایران وجود نداره. دو تا راه فقط باید، نمیشه لیز خورد از کنارش در رفت، نمیشه با آینده موکولش کرد. چون در ایران، در آینده ایران یا همین الان، اگر احیانا سرنگونی صورت بگیره، اگر احیانا نیروی مثلا جمهوری اسلامی در یک از شهرهای کردنشین یا در اهواز از بین بره، اونها بلافاصله بخوان که جنبه جدایی طلبی در مقابل استقلال طلبی میذارم، جدایی طلب ها قدرت بگیرن، ما با اونها چه خواهیم کرد؟ دو تا راه بیشتر وجود نداره، یا مذاکره است یا سرکوبه. بنابراین تک تک گروه ها باید این رو مسئله رو حل کنن. ما در جریان سوم حرکت کردیم به سمت مذاکره با جدایی طلبان، تقاضا کردیم، بعضیشون به ما جواب ندادن، میگن اعتماد نداریم بهتون، شما باز مرکزگرا هستید، یک فریب دیگه است. به خاطر اینکه مسئله اعتماد بین مردم واقعیته. ببینید ما داریم صحبت از این میکنیم که آقای گوریز هم اشاره کردن که شبکه هایی باید به وجود بیاد و بتونن این شبکه ها کنار هم قرار بگیرن، اتحادی شکل بگیره. من میگم بیایم موانع اتحاد رو بشناسیم، بیایم آسیب شناسی اپوزیسیون رو داشته باشیم. موضوع این نیستش که اپوزیسیون نیرو نداشته، موضوع این هستش که خودش رو بیان نکرده به درستی، ابهامات برای مردم وجود داشته. پس بنابراین اول بیایم انتقاد رو از خودمون شروع کنیم که چه قسمت های اعتماد سازی ما بین مردم نتونستیم انجام بدیم. ما شکست خوردیم، اول شکست خودمون رو به عنوان اپوزیسیون در این 40 سال بپذیریم. اینکه یه کسی بگه من 40 سال مبارزه کردم ارزش نیست، مبارزه باید برنده شدن توش داشته باشه. یک نفر 40 سال شکست خورده، این کجاش ارزش محسوب میشه؟ آقای جلال تهرانی، به این 40 سال اشاره کردید، یک بخشی که فرشگرد در بیانیه اعلان وجودش داره یک نکته ای رو اشاره میکنه که جالب هست. میگه این گروهی هست برای جوانانی که در انقلاب 57 نقشی نداشتن. آقای گلریز، میخوام نظر شما رو در این باره بپرسم. آیا شما شرط سنی دارید برای فرشگرد؟ خیر. پس چرا چنین بندی در بیانیه اعلان موجودیت هست؟ برای اینه که مشخص بشه کسانی که در روی کار آمدن جمهوری اسلامی مسئول بودن و هنوز هم از این ارتجاع سرخ و سیاه دارن حمایت میکنن. منظور از ارتجاع سرخ و سیاه یعنی پیوند اسلام با کمونیسم و سوسیالیسم و این حرفاست که هیچ نتیجه برای ایران و ایرانی نداشته. اینها نمیتونن اعتماد به وجود بیارن و امید بدن. ببینید خانم قاضی‌زاده، در برای بسیج مردم معمولا دو مؤلفه استفاده میشه در طول تاریخ، یکی دادن امید و یکی ناامیدی است. طرف مقابل ما تمام استراتژیش بر مبنای ناامیدیه، ناامیدی برای تجزیه ایران، ناامیدی برای اینه که اگر ما نباشیم کسان دیگه میان که میخوان خون بریزن و میخوان براندازی بکنن. براندازی یعنی انقلاب خشن و از این داستانا. در صورتی که در مقابل اون یک نسلی روی کار آمده که 80% زیر 40 ساله مثل من و شما، و این 80% آینده به جلوشه نه به پشتش. این نسل برای اینکه بتونه کار رو جلو ببره باید بتونه با ادبیاتی صحبت بکنه که متفاوته از نسل پیشینی که در انقلاب شرکت کردن. اون نسل رو ما به عنوان مشاوران روی تخم ششامون میذاریم و استفاده میکنیم، مثل آقای تقی‌زاده. اون نسل در کنار ما هستن، ولی فرشگرد هدفش این هست که بتونه با توده‌ای که 40-80% زیر 40 ساله بتونه ارتباط گیری کنه. من با صحبت‌های
آقای جلالی تهرانی و اینجاش مخالف هستم که میگن اپوزیسیون کاری نکرده. اتفاقا مخالفین در خارج، مخالفین در داخل بیشتر این کارو کردن. کدوم دولتی رو شما میشناسید؟ کدوم حکومتی رو میشناسید که در 40 سال هنوز موضوع بودن یا نبودنش مطرح باشه؟ اینو مردم ایران کردن، اینو من و شما کردیم. این شبکه‌های اجتماعی اگر مهم نبودن الان بی بی سی دو روز به این داستان فرشکرد نمیپرداخت. اگر مهم نبودن آقای ظریف نامه نمی نوشت، گزارش سفارشی به الجزیره نمیداد که بیایم بگیم همه کسایی که تو توییتر هستن ربات هستن و ناشناس هستن و اینا دارن. بحث ما فقط در مورد فرشکرد در این برنامه نیست. همونطور که میبینید مهمانان دیگری از جریان‌های دیگر حضور دارن. من بله شما از فرشکرد هستید. آقای تقی‌زاده، دو نفر دیگه اشاره کردن به اینکه آقا به خصوص آقای جلالی تهرانی گفتن آقا اینکه 40 سال یک نبردی با یک حکومتی ادامه داره اینکه نقطه قوت نیست، ما باید ببینیم که این گروه‌های سیاسی چه مشکلات داشتن. آقای گلیوز هم اشاره کردن که به هر حال اون کسانی که در 40 سال گذشته نقش داشتن در انقلاب و بعد حالا ممکن است جزو مخالفان شده باشن میتونن به عنوان رایزن، به عنوان حامی باشن، ولی اصل موضوع این جوانان هستن. آیا شما ایرادی در این میبینید؟ ایرادی نمیبینم و ایرادی هم میبینم. ایراد به این شکل که ما نمیتونیم حتی یک تمدن رو، یک رشد اجتماعی رو ابتدا به ساکن ببینیم، بگیم اون کسی که این اختراع رو کرده بدون توجه به همه کوشش هایی که پیش از او صورت گرفته دفعتن ساعته یک چیز نو ساخته. مبارزه سیاسی یک روند سیاسی اجتماعی طولانی است که در تقابل بخصوص حکومت های اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی قرار میگیره. اگر ما فکر کنیم که در 40 سال گذشته همون روز اول که مخالف به روی صحنه آمد باید جمهوری اسلامی رو ساقط میکرد و در طول 40 سال گذشته چون جمهوری اسلامی از بین نرفته بنابراین اپوزیسیون شکست خورده و امروز که ما آمدیم مدعی هستیم و ما میتونیم موفق بشیم، این جنبندی درستی نیست. صحبت از این شد که خارجی ها یا در این روند میتونن تاثیرگذار باشن، بدون شک، ولی مشروط بر اینکه منافع ملی حفظ بشه. بذارید من اینجا وارد بشم چون وقت خیلی کم است آقای تقی‌زاده. من میخوام اینو بپرسم، حکومت آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ فشار خیلی زیادی روی حکومت ایران الان وارد کرده، بیشتر از این چه میتونه بکنه؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه بگید، میخوام از بقیه هم بپرسم. فکر میکنم اگر که محدودیت های اقتصادی تبدیل به محدودیت های سیاسی هم بشه و این تحریم ها متوجه گردانندگان جمهوری اسلامی بشه، شاید تأثیر این زیادتر باشه و آقای ترامپ نیازمند اروپایی ها رو هم با سیاست های امروز خودش همراه بکنه. آقای گالیز، آقای ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، به دنبال داشتن یک توافق سیاسی با آخوندها هستش. تنها کاری که اون وقت من احساس میکنم کاخ سفید اگه انجام بده، یعنی اینکه داره یه مقدار سیاستش رو عوض میکنه، اینه که حداقلش اینه که آقازاده های جمهوری اسلامی رو در آمریکا فعالیتشون رو محدودتر بکنه، رسانه ها رو بازتر بکنه، رادیو فردا و صدای آمریکا و صدای مردم ایران رو از طرف مردم ایران بتونه پخش بکنه. متشکرم. آقای جلالی تهرانی شما بفرمایید. هیچ کمکی نخواهد. آقای جلالی تهرانی بفرمایید. من انتظاری بیشتر از این که آقای ترامپ داره انجام میده حداقل در ذهنم ندارم. مسئله اصلی ما این هست که ما یک انقلاب کوره دیگر نداشته باشیم. این بیش از هر چیزی نگرانی من هستش. یعنی دقیقا مسیر خمینی رو نریم که دقیقا تقلید از اون نکنیم که گفت اول سرنگونی، اول شاه باید بره و بعد ما در آینده در یک رفراندوم مثلا نوع مدل حکومت رو تعیین میکنیم. مردم اعتماد، یعنی ببینید ما برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیاز به آقای ترامپ نداریم. بله. نیاز به اعتماد عمومی برای اتحاد داریم. متشکرم آقای جلالی تهرانی. متاسفانه همینقدر بیشتر وقت نداریم. ممنونم از هر سه آقایون که در این بحث با ما شرکت کردند، مهدی جلالی تهرانی، دامون گلریز و رضا تقی‌زاده. ممنونم از شما که با صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه به همراه لینک پادکست برنامه. شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شما قرار خواهد گرفت، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظراتتون رو در مورد این برنامه و برنامه‌های دیگه با ما در میون بگذارید. برنامه بعدی روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.